در این روزها در شبکه‌های اجتماعی گاه به گاه صحبت از کودتا مطرح میشه. برخی میگویند البته بدون شواهد و مدارک که مقدمات کودتای آماده شده که چهره کنونی جمهوری اسلامی ایران رو تغییر بده. برخی دیگر معتقدند که اصولاً کودتایی خواهد بود که نقطه پایانی بر 40 سال گذشته خواهد گذاشت. برخی دیگر البته معتقدند که هدف این شایعات به نوعی خدشه وارد کردن به جنبش و خیزش‌های مردمی است که نظام رو در 1 سال گذشته به چالش کشیده. آیا اصولا در ایران که برخلاف دیگر کشورهای همسایه چون پاکستان، ترکیه و یا عراق سابقه کودتای نظامی ندارد، نیروهای مسلح میتوانند قدرت را به دست گیرند؟ آیا سپاه پاسداران، نیروهای قدس یا سردار قاسم سلیمانی میتوانند دست به کودتا بزنند؟ اینها پرسش‌هایی است که ما با نادر اسکویی تحلیلگر شورای آتلانتیک در واشنگتن مطرح خواهیم کرد. آقای نادر اسکویی اخیراً کتابی را به زبان انگلیسی با عنوان افزایش تنش، پاسداران انقلاب ایران و جنگ‌های خاورمیانه روانه بازار کردند. آقای اسکوی، شما در این کتاب می نویسید که نیروهای قدس امروز از آنچنان قدرت مالی و نظامی در خاورمیانه برخوردارند که می توانند مستقل از تهران فعالیت کنند و به حیات خود ادامه بدن. ممکنه کمی در رابطه با این استقلال مالی و نظامی نیروهای قدس توضیح بدین؟ حتما، خیلی ممنون از دعوتتون. فکر می کنم این با برنامه بوده، روز اول برنامه ریزی اینطور بوده که نیروی قدس که در حقیقت همون شاخه خارج از برون مرزی سپاه پاسداران باشه، در صورتی که اتفاقی در تهران برای جمهوری اسلامی بیفته، بتونه به فعالیت‌های خودش در منطقه بدون تهران ادامه بده. این در چند زمینه مختلف این برنامه‌ریزی برای نیروی قدس شده در این سالهای اخیر. یکی علاوه مالیه، واقف هست این که پاسداران حدود 10-12 سپاه پاسداران و دفتر رهبری حدود 10-12 بنیادهای عظیم ایران رو، اقتصادی عظیم ایران رو کنترل میکنن. این بنیادها خیلی هاشون در خاورمیانه شعبه دارن، بعضی ها به نام خودشون، بعضی ها به عنوان سوبسید اونها، شعبات اونها به نامهای دیگه در خاورمیانه شعبه دارن و نیروی قدس در حقیقت زیر اونها رو زیر پوشش خودش داره در خاورمیانه و این یکی از فاکتورهایی است که نیروی قدس بتونه درآمدی خارج از درآمدی که از تهران میگیره داشته باشه. این شرکت ها و بنیاد ها و در حقیقت شرکت هایی که در اونجا دارن، شامل شرکت های کشتیرانی، شرکت های هوایی پیمایی، شرکت های سرویس هوایی منظورمه و سرویس دریایی، بانک و شرکت های مانند اون. علاوه بر اون، نیروی قدس در تمام کشورهای خاورمیانه که درشون درگیر بوده، که تقریبا تمامی کشورهایی میشن که یا اکثریت شیعه هستن یا اقلیت شیعه بالایی دارن، تمام اسلحه های خودش رو در اونجاها برای نگهداری گذاشته، در انبارهایی که میتونن در اونجا زیر رهبری نیروی قدس در این انبارها نگهداری میشه. و مهمتر از همه این که حدود حداقل 50,000 نفر رزمجوی شیعه جوون تندروی شیعه جوون رو در اختیار داره که در سازمانهای کشوری خودشون اونها رو در حقیقت متشکل کرده، مثل حزب الله در لبنان، مثل چندین گروه مهم میلیشای عراقی در عراق، میلیشای شیعه در عراق، مثل حوثی ها در یمن و شبیه اونها در کشورهای مثل بحرین، حتی در شرق عربستان. این نیرو رو هم در اختیار داره. خود سپاه هم میگه که ما حدود 200,000 نفر شیعه های غیر ایرانی رو مسلح کردیم در این سالها. 50,000 نفری که گفتم، این تعداد کسایی است که به طور خیلی اکتیو در این کار شرکت دارن.
و علاوه بر اون میتونن 150 هزار نفر دیگه بر مبنای خود اظهار نظر پاسداران اونها رو هم در اختیار داشته باشن. شما وقتی که یه شرایطی دارید که میتونین منبع مالی مستقل از تهران داشته باشین، میتونین وسیعا اسلحه های خودتون رو در کشورهای مختلف در انبارهای زیر فرماندهی خودتون نگهداری کرده باشین و میتونین حداقل 50 هزار نفر رزمجوی مسلح که در ایران تعلیم دیده شدن بارها در زیر فرماندهی خودتون داشته باشین، طبیعتا بدون تهران میتونین برای مدت طولانی به عنوان مرکزیت تندروی شیعه تندرو در منطقه فعالیت داشته باشین. تازه علاوه بر این خود نیروهای وابسته به نیروی قدس مثل حزب الله، مثل حوثی ها، مثل شیعه های عراق خودشون هم شامل چنین امکاناتی هستند که بر امکانات سپاه نیروی قدس اضافه میشه، امکانات مالی و امکانات اسلحه‌ای که دارن. به این طریق من فکر میکنم که با برنامه بوده که نیروی قدس و شیعه های متمرکز در سازمانهای وابسته به اون بتونن بدون تهران فعالیت های تروریستی و نظامی خودشون در منطقه ادامه بده. شما به تاثیرگذاری نیروهای قدس در کشورهای منطقه اشاره کردید. من چندی پیش با دو مقام امنیتی سابق افغانستان که صحبت می کردم شدیداً نگران بازگشت افغانهایی بودند که بعد از دیدن دوره نظامی در ایران و جنگ در سوریه در قالب تیپ فاطمیون به افغانستان باز می گردند. اینها معتقدند که این افغانها در بازگشت به کشورشون می توانند با حمایت نیروهای قدس جنگ های فرقی راه بیندازند. نگرانی های مشابهی در دیگر کشورهای همسایه ایران هم در رابطه با فعالیت شبه نظامیان تحت حمایت نیروهای قدس دیده میشه. آیا این نگرانی ها به نظر شما آقای اسکوی جدی هستند؟ حتما حتما جدی هست. در حقیقت خیلی کمبه ها داده شده به این مسئله در افکار عمومی منطقه و افکار عمومی جهان. در افغانستان من در سال 2009 تا 2012 نزدیک بیش از 3 سال در افغانستان کار میکردم. از نزدیک شاهد این بودم که چگونه نیروی قدس در اونجا فعالیت داره، فعالیت های گوناگون به عناوین گوناگون، فقط نظامی نه، فعالیت های فرهنگی، فعالیت های سیاسی، فعالیت های مذهبی و سعی میکنه که مستقیما در جامعه افغانستان تاثیر بذاره. نکته که اشاره کردین بسیار مهمه که علاوه بر اون از روزهای اول انقلاب ایران جمهوری اسلامی همیشه سعی میکرده که شیعه های جوانای شیعه تندرو رو در افغانستان به سمت خودش جلب بکنه. در این اواخر هم در سوریه یکی از واحدهای مهم نیروی قدس همونطور که گفتین تیپ فاطمیون هست که از افغانهایی که بیشترشون اکثریت قریب اتفاقشون افغانهای مهاجر در ایران هستند که به این گروه پیوستن. بعضی هاشون هم مستقیم در افغانستان، بعضی هم در افغانستان مستقیما به عضویت این گروه در اومدن. و خب این گروه الان در سوریه 7 سال تجربه پیدا کرده، جنگیده، جنگ‌های بسیار سختی کرده مثل جنگ حلب. و این گروه اگه برگرده به افغانستان که هیچ دلیلی نداره که برنگرده به افغانستان، دلیلی نداره که نیروی قدس اینها رو به افغانستان برنگردونه، اگه برگرده به عنوان یک نیروی بسیار مخرب در آتیه افغانستان تبدیل میشه. هر چند وقت یک بار نام قاسم سلیمانی بار دیگر بر زبانها میفته. دیروز برخی او را ناجی و حافظ امنیت ایران خطاب میکردند و امروز برخی میگویند او تنها کسی است که میتواند کشور را از بحران کنونی با یک کودتا یا به عنوان رئیس جمهور نجات بده. آیا واقعا قاسم سلیمانی، شما که در این رابطه تحقیق کردید، از چنین قابلیت هایی برخورداره؟ به هر حال سلیمانی مقام خیلی مهمی در جمهوری اسلامی ایران داره. یکی از قدرتمندترین دولتمردان جمهوری اسلامی هستش همین الان و شایعاتی هر چند وقت دفعه بر سر این که ایشون بخواد در رئیس جمهوری برونه در میاد که من همیشه فکر میکردم که
مقامی که سلیمانی داره از مقام رئیس جمهور در ایران بالاتر هستش به هر حال، از قدرت واقعی که داره، نه از لحاظ سلسله مراتب دولتی. و عجیب به نظر بیاد که بخواد چنین فرماندهی رو ول بکنه، بخواد مثلا درگیر مسائل روزمره دولت در دولت جمهوری اسلامی بشه در تهران. اینکه ایشون وارد مذاکره با آمریکا شدن یا نشدن در این زمینه من هیچ خبری از خبر درونی ندارم. اینکه قابل هست، قابلیت اینو داره که وارد این چنین مذاکراتی بشه، مسلما خاطرتون باشه در دوره اولی که امریکا وارد برای شکست صدام وارد عراق شد، ایشون از طریق اون موقع مرحوم طالبانی پیام های گوناگون به پتریاس فرمانده نیروهای امریکا در عراق میداد که اگر میخواین کنار با ایران مذاکره بکنین در مسائل مثل عراق، مثل سوریه یا مثل کشورهای دیگه منطقه، با من تماس بگیرین، نه با دولت ایران، چون من هستم که قدرت اصلی منطقه رو دارم. و درستم میگه. پس بنابراین نشون داد که ایشون حاضر هست که با آمریکایی‌ها پای میز مذاکره بشینه، صحبت بکنه، چه بسا هم برای یک سری مسائل تاکتیکی اون روز این کار رو کرده، با آمریکایی هم صحبت کرده باشه چه بسا. این که ایشون قابلیت اینو داره که به عنوان یک ناجی بخواد وارد بشه که جمهوری اسلامی رو بخواد نجات بده، فکر نمی کنم. فکر می کنم جمهوری اسلامی وضعش آشفته تر از این نیست که یک پاسدار بتونه، یک جنرال پاسدار، یک سردار پاسدار بتونه شبونه بخواد مسائل جمهوری اسلامی رو حل بکنه، چون مسائلی که ساخته مسائل ساختاریه. یکی از اون اشکالات جمهوری اسلامی که مسئله ساختاریش اتفاقا همین سپاه پاسدارانه و همین نیروی قدسه، و سرداری رو اگر کسی انتظار داشته باشه که بیاد بخواد علیه پاسداران و علیه نیروی قدس عمل بکنه و رفرم بکنه این جمهوری اسلامی رو، حداقل در شخص سلیمانی نباید ببینن، چون اصولا اون نوع رفرم هایی که مورد مد نظر اونها هست در حقیقت باعث شکست خود پاسداران و نیروی قدس میشه. با پاشیدن شدن پاسداران جمهوری اسلامی بالکل از هم میپاشه. من فکر نمی کنم ایشون قابلیتی داشته باشه که چنین نقشی رو بازی بکنه. ما در ایران سنت کودتا نداریم، برخلاف همسایگانمان چون پاکستان و عراق و ترکیه و یا حتی دیگر کشورهای منطقه مثل سوریه و مصر، در ایران در چند دهه اخیر کودتایی رخ نداده. آیا نظامیان کشور، حالا چه ارتش و چه سپاهیان، از قابلیت انجام یک کودتا برخوردار هستند؟ اولا سر خود مسئله کودتا به درستی گفتیم. اصولا در ایران سنت کودتا در حداقل در تاریخ مدرن ایران نیست. سوم اسفند هم در حقیقت یک کودتای کلاسیک نیست. انقلاب مشروطه در حقیقت به نوعی به رژیم قاجار عملا خاتمه داده بود و در اون خلا بود که سوم اسفند پیش اومد و رضاخان رضاشاه شد. فکر میکنم که اکنون هم همینطوره. فکر میکنم این فرهنگ کودتا اونطور که در پاکستان یا در مصر یا در ترکیه میبینیم در ایران هیچ وقت نبوده. انتظارش هم من ندارم که داشته باشیم، چون فرض محال بذارین که بخواد سپاه کودتا بکنه و قدرت در دست بگیره، کاری نمیتونه، رفرم اساسی نمیتونه برای اون چی که امروز اتفاق افتاده انجام بشه. اولین کاری که باید بکنه اگه بخواد رفرم بکنه، باید سپاه پاسداران رو منحل بکنه، باید جلوی نیروی قدس رو بگیره، باید جلوی فعالیت‌هاش در خاورمیانه رو محدود بکنه که اونها اینطور نیستن و در این موقعیت نیستن که بخوان انجام بشه. به هر حال فکر نمی‌کنم نه پلتفرمش رو داشته باشن، نه قابلیتش رو داشته باشن و نه اصلا مورد قبول مردم قرار بگیره چنین حرکتی. اگر با یه همچین، اگر صبح بلند بشیم از خواب ببینیم اینها حکومت رو در دست گرفتن، همه حکومت رو من جمله جمعه های اجرایی حکومت رو هم در دست گرفتن، نشون دهنده اینه که دیگه واقعا رژیم در حال پاشیدنه و این زورهای آخری است که رژیم داره میزنه که شاید از طریق چند تا سردار سپاه بتونه چند ماه دیگه به ادامه به عمرش ادامه بده. با سپاس از همراهیتون. خیلی ممنون از دعوتتون.